خبرهای مسخره فرنگی شما رو مردم باید بدن، دختر ما باید بده تو خیابون، اون وقت فوشش هم باید اهل بیت بخورن، بیارم دایرکت ما نشون بدم چقدر فوش خارما در دادن مردم. مگه مقصرن مردم؟ یه ظرفی دارن آقا، لبریز میشه، یه جایی طرف کم میاره، یه جایی میبره. فرض کن دختر خودته، هر کی الان میگه آقا این حرفا چیه من میزنم، فرض کن دختر نداری، فرض کن دختر خودت، دختر خودت صحیح و سالم از مترو پیاده بشه، بعد تازه حجابش رو دیدی مانتوش تا رو ساق پاشه، شالش 3 متر شاله، برای چی گرفتی اینو؟ این بردی چی یادش بدی تو؟ تمام اینایی که بازداشت میکنید حداقل 30 سال پای تلویزیون شما نشستن، پای تو آموزش و پرورش شما بودن، تو آموزش عالی شما بودن. تو این 30 سال چی باید یاد میدادی یاد ندادی که میخوای تو 3 ساعت بری بهش یاد بدی؟ بعد خلاف قانون این کارشون، این کار قانونی نیست. نیرو انتظامی چی کار است که بیاد بخواد به کسی آموزش بده بدون حکم قضایی؟ تازه حکم قضایی باید تک تک باشه. این چه کاریه میکنید؟ این چه بساطیه درست کردید؟ شما دخترمونو ببرید اینجوری بزنید لتو پار کنید. حالا اینو نمیدونم، من الان نمیخوام گناه کسی رو بشورم. ببین یه چیزی بگم، دوست من یه استوری گذاشته، نوشته خدا کنه زده باشم، چون ضربه بالاخره. ببین این میخوره تو سر من، منو نگاه کن علی، علی آقا منو نگاه کن، این خورد تو سر من، خوبه؟ خدا کنه زده باشم، اگه از ترس مرده باشه خاک تو سرتون، کثافت. اون که دردش بیشتره که، اون که زخمش عمیق‌تره که، اون که از داخل منهدم میکنه کسی رو که. چرا اینقدر بیشعورید؟ یه بار خطا میکنی، دو بار خطا میکنی، سه بار خطا میکنی. یکی از دوستای روحانیمونه پست گذاشته نوشته خدا کنه زده باشینش، اگه دخ کرده باشه از ترس چی؟ چجوری میخواد جواب خدا پیغمبر رو بدید؟ چی کار میکنید شماها؟ اینجوری امر به من. الان شما الان یه سوال ازت میکنم، تو این 2-3 روز اخیر مردم به خدا نزدیک شدن، به پیامبر نزدیک شدن، به اسلام نزدیک شدن، به انقلاب نزدیک شدن، به شهدا نزدیک شدن، به اخلاق نزدیک، دور شدن، بیزار شدن از این چیزا. هر میدونی چند چقدر انسان فکر مهاجرت کردن، چقدر دودل بودن برن یا نرن، گفتن آقا ویلکم بدیم. دوست من از استوری گذاشته که دخترتون میره مدرسه خودتون ببرید بیارید، شهر متاسفانه پلیس داره.